با سلام، پروفونگز فور برایتونگ او است سرتیفیکات آت سوای. خب دوستان، با توجه به درخواستایی که هستش تصمیم گرفتم که یک سری آمادگی امتحان فایلش رو درست بکنم که اولین سریش برای آت سوای هست. خب مودال تست یک هست و لزن آفگابه بخش یکش. برای دانلود این فایل میتونین برین اوست پایین آدرسش رو زدم، یا اینکه مراجعه کنین به کانال تلگرام و از اونجا دانلود بکنید. خب بخش اول رو شروع بکنیم. اول بگیم که امتحان OST اول لزنش هستش، پس ما لزن رو میگیم و بعد از اون میره به هورن و بعد شقایبن و بعد هم اشپریشن. خب چیزی که هستش آفگابه آنسش چیه؟ میگه که لزن زی دی تن اوبا شریفتن آف بلد آنس اون دی فنف تکست آف بلد سوای زوخن زی دان توی دم تکست آن بیس فونف دی پسنده او با شریفت آ بیس کا اون چغای بنزی دن بوشتابن آف دی لینی او با دم تکست آین او با شریفت پرو تکست گیبت اسنوا آین ریشتیگ لوزونگ. خب فارسی شما من برم، میگه که چی؟ 10 تا عنوان یا تیتر به شما میدن و 5 تا متن توی صفحه دوم میدن. حالا میخوان که از عنوان ها که آ تا کا هستش برای متنمون که 1 تا 5 عنوان پیدا بکنید و برید اون حرف رو روی اون چیز متنه بنویسید. بعدم گفته که هر متنی فقط یه عنوان صحیح داره. خب بریم تست. ببینید اینجا عنوان‌ها رو من گذاشتم و ببینیم که روش درس خوندن یا روش حل کردن لزن سر امتحان چطوریه. اول کاری که می‌کنیم این که این تیترها رو میایم اون کلماتی که زیر مهم هستن و به نظرمون کلمات کلیدی هست زیرشون خط می‌کشیم. اصلا به معنی هم فعلا کار ندارم. ببینید میشه یت داس فاراد رپریرن. خب چی برام مهمه؟ فاراد رپریرن. پس من زیر فاراد رپریرن خط میکشم. بعدی نوشته ایم غد هاوس اینفورماسیون او با تیره. خب غد هاوس مهمه و تیره. بعدی گفته تیپ آس فلوگ ایندن تیا پارک. خب تیپ آس فلوگ تیا پارک. بعدی نوشته فرولونگز فلانسن ایم سوندن آنگبوت. خب اینا رو هم خط میکشم. بعدی نوشته تیپس فور غاد فارن ایندر اشتات. حالا چرا من زیر اینا خط میکشم؟ به خاطر اینکه من وقتی که دارم میرم متن رو بخونم این کلمات رو یا شبیه این رو باید توی متن پیدا بکنم، یا وقتی که تو متن اینا رو پیدا کردم بیام به اینها مراجعه بکنم. حالا میام معنی فارسیش هم جلوش مینویسم. شما اگه تو امتحان وقت کردیم میتونیم معنی فارسی رو جلوش بنویسیم، بهتون کمک میکنه. اولی میشه تعمیر دوچرخه، بعدی میشه شهرداری، اطلاعات در مورد حیوانها، بعدی میشه سفر یا سفر در پارک حیوانات به نوعی، بعدی گفته گیاهان بهاری در آخرین تخفیف، آخرین پیشنهاد، گفته آخری هم گفته نکاتی در مورد رادفارن در شهر. خب اینا رو من اینجوری یادداشت میکنم و میرم بعدی. حالا بعدی دوباره رادفارن ایست گسوند. رادفارن و گسوند برای من مهمه. بعدی نمیشه میدنوین فلانسن ایندن فرولینگ، یعنی با گیاهان جدید در فرولینگ. هاوستیره ماخن کرنگ. خب هاوستیره رو علامت میزنم با کرنگ. آسشتلتونگ بلومن ایم فرولینگ. بعدی نوشته وینا وردن توم راد فارن بفترک. خب بفرکت ببخشید. دوستان ببینید این رو باید کلمات مهم رو که گذاشتین جلوتون، حالا وقتی که متن رو میخونین باید با این کلمات رو تو ذهنتون داشته باشین و ببینین که توی متن اینا رو میبینین یا نبینین. حالا معنی های اینا رو هم ببینیم.
نوشته دوچرخ سواری سالمه، گیاهان جدید در بهار، حیوانات خانگی مریض می کنن، نمایشگاه گیاهان در بهار، سوال از وینی ها در مورد دوچرخ سواری. میریم متن رو بخونیم. خب متن اول دقت کنیم، من اصلا متن رو معنی هم نمی کنم و میخوام که فقط بگم که بدون حتی معنی کردن، بدون اینکه خیلی هم آلمانی رو کامل دقیق جملات رو متوجه بشین، میتونین تست رو بزنین. میگه زایت یارد تنتن ایستر اوبا برگا تیا پارک. ای من تیا پارک دیدم، زیر تیا پارک رو خط میکشم. تیا پارک آین بلیبت آس فلوگ سیل، آس فلوگ هم دیدم. جوابش رفت بالا. آسفلوگ دی فیل فلت در تیر اون فلانسن اون دی وندبار ناتورلند شفت زین دی گریوند دافور داس آنگه بود ایست فیل فلتیک فورونگن تیا فوترونگن ناتور فاد والد شپیل پلیتسه اون فیل مر. خب من این کلمات رو خط می کشم، ببینید تیره، فلانسن، آسفلوک و تیاپارک. حالا میرم تو جوابها نگاه میکنم ببینم که کدوم یک از جوابهای من اینو داره. خب من وقتی نگاه میکنم گزینه B من این رو داره، گزینه T یا همون C هم تیاپارک رو داره و بعد از اون بقیه گزینه های من، یه دونه گزینه H هم هست که میشه هاوست یا ماخن کرنگ. پس ببینید با تیا پارک یا با تیا حیوان این سه تا هستش. خب اولی رو نگاه میکنم، نوشته ایمغت هاوس اینفورماسیونن اوبا تیره. خب اونجا من غت هاوس ندیدم، درسته؟ پس گزینه ب رو میگم نه غلطه. بعدی سه نوشته تیپ آسفلوگ این دم پارک. ای من آسفلوگ رو اینجا میبینم، تیا پارک هم میبینم، پس این گزینه سه من هم میتونه جواب باشه. بعد میرم گزینه بعدی که نگاه میکنم میگه هاوستیا ماخن کرنگ. ای من هاوستیاری اینجا نمیبینم، پس این گزینه ها رد میشه و گزینه سه میمونه. دوستان نگاه کنید، وقتی که گزینه ها رو رد میکنید میتونید روشون علامت بزنید و بگین که این مثلا برای اوبا شیغیفت آینس بوده، که دوباره دیگه به اون گزینه ها مراجعه نکنید. پس گزینه سه من جواب شد. میرم بعدی. بعدی رو دوباره میخونم، میگه فاراد فارن ایم هامبورگ لیکت فول ایم ترند. خب فاراد تو گزینه ها زیاد دیده بودم، زیرش خط میکشم. بعد یه جا در مورد شهر گفته، هامبورگ هم خط میکشم. بعد گفته داس فاراد هات زیش ایم شتات گبیتد. اشتات هم یه جا دیده بودم، زیر اونم هم خط میکشم. هویت آینن ویشتیگن پلاتس ایر اوبرت میر آلز آین تاوزن کلومتر امغاد ویگن زولن زی انیمیرن ام تو شتایگن اون دست فارد نوی تو این دیکن وزید دبای به اختن موسن آبا آخ تیپس. تیپس رو من دیده بودم اونجا. خب زیر اینم خط میکشم. حالا میام نگاه میکنم ببینم که فاراد هامبورگ شتاد تیپس تو اینترسن غوتن توی کدوم یکی از اینا هستش. خب نگاه میکنم میبینم اولی فاراد داره، ولی نوشته فاراد رپریرن، من اصلا رپریرن ندیدم، پس این گزینه عام رد میشه. بعدی رو که جواب داده بودم اون رفته بود، یعنی گزینه ب و ت در مورد حیوانه، برای من به درد نمیخوره. گزینه د برای بهاره، به دردم نمیخوره. میام ای نوشته تیپس فوق رات فارن این در اشتاد. من میبینم تیپس رو داره، رات فارن رو داره، اشتاد هم داره. میگم پس به احتمال قوی این ای من جوابه. ای رو دورش رو خط میکشم، میگم این ای جواب احتمالیه. میرم بقیه گزینه ها، میگه رات فارن ایست گسون. میبینم اینجا در مورد گسون صحبت نکرده، پس گزینه اف هم رد میشه. گزینه گ که اصلا رات فارن نداره، ها هم نداره، ای هم نداره، میمونه کا. نوشته وینا وردن توم راد فارن بفرکت. میگم ای گزینه کا وینا هستش، پس من این رو هم نمیتونم جواب در نظر بگیرم. پس اونی که اول خط کشیدم دورش برای من جواب میشه، میشه گزینه ای. خب
بعدی میشه او با شریفت، خب شماره درای نوشته ان ویرک تگ نوتسن زیبن درایسیک پروتن در وینا ایارات این در فرایستد. وینا رو اونجا دیده بودم، زیرش رو خط میکشم. بعدی گفته که آبا آخ فوقوگه این دی آربایت او دا تور شوله، اینا اصلا تون کلماتم نبودن. اونی ایستاس راد آین بلیبتس فرکیا میتل، خب رادو داشتم زیرش خط میکشم. داسکینگ آستن آنتوردن آف آین اینترویو، نمیشه جواب آنتوردن، جواب آنتوردن. اونجا یه دونه کلمه داشتم بفرکتن، بفرکتن یعنی چی؟ فرگن. خب پس میگم این هم میتونه یه جوری منو راهنمایی بکنه. میام زیرینم خط میکشم. بعدی گفته میت دم فاراد این وینا هرفورد، دوباره اینجا وینو گفته، نمیشه داس ارگیب نیست در اون فرگ این دیتیل، دوباره اون فرگ با اون فرکتن من شبیه. خب میام گزینه ها رو نگاه میکنم از دوباره. خب تعمیر دوچرخه که نداشتم، رپریره نداشتم، گزینه ب قبلا رفته بود، ت رفته بود، گزینه دم که بهاره به دردم نمیخوره فرولینگ، گزینه ارم که قبلا جواب دادم. میام دوباره اف نوشته راد فارن ایست گسوند، اینم جواب نبوده. دوباره گرم رد میکنم، هام که رد میکنم، ایم رد میکنم، میمونه کا. کا رو نگاه میکنم میدم نوشته وینا وردن توم راد فارن بفرنگ. خب وینا رو که من داشتم راد فارنم که اینجا گفته، راد رو گفته برای من، بفرکت، بفرکت یعنی فرگه. نگاه میکنم بینم یه اون فرگه دارم، یه آنتورتن دارم، پس میگم این هم جوابمه، پس اینجا جوابم گزینه کا میشه. حالا میرم بعدی شماره 4، نمیشه دی اکتوال آس شتلتون، آس شتلتون رو قبلا داشتم، زیرش خط میکشم. ایم غد هاوس، غد هاوس هم جزو کلمات کلیدی بود که اونجا علامت زده بودم. بیتت ویزن ورد او با تیا شوتس اون تیا هالتون، خب تیام اونجا داشتم. فوخکین دا گیبت استی موگلیش گاید فرشیدن هاوس تیره کنن تو لرنن اون زیش او با داست تو سامن لبن میت اینن تو اینفورمیرن، خب بقیه کلمات اونجا نبودن. دوباره میام به گزینه ها، گزینه ها رو همیشه جلو چشم نگه میدارم، شما باید همین کار رو بکنین. خب گزینه آ که فاراده، این در مورد تیا صحبت میکنه، پس من آمرد میشه. ب میبینم نوشته ایمبراد هاوس، ای راد هاوس دارم. بعدم نوشته او با تیره، اینجا هم یه دونه نوشته تیرن شوز اون تیر ویزن ورت او با تیر تیا شوز اون تیا هالتون، میگم خب این گزینه جوابمه ب، دورشو خط میکشم میرم بقیه گزینه هارم که رد کرده بودم یا خالی موندن، اونهایی که تا الان علامت نزدم و بررسی میکنم که یه دونم هاوستیا ماخن کرنگ ها میمونه. خب میگم که اینجا که در مورد هاوستیا صحبت نکرده، اصلا این کلمه نیستش، پس میام میگم گزینه بیم جوابه، گزینه بی رو جواب میگیرم. حالا بعدی، خب این چون متن بزرگ بوده من عکس متن رو گذاشتم بالا، خود متن رو پایین نوشتم. نوشته اونزرا اشتاد بلوت آف داس ایست اونزا موتو فوغدن فرولینگ، خب میرم فرولینگ رو تو اون کلمه ها زیاد داشتم، زیرش رو خط میکشم. بعد نوشته اوند آل زیند آین گلادن میتسو ماخن ایگال اوبزی نوی اشتروشا بویمه او دا بلومن ام فنستا فلانسن میر ناتور توت آلن گود شیکنزی آین فوتو ون ایرن فرولونگ فلانسن. ای فرولونگ فلانسن رو اونجا داشتم لغتشو، اینم زیرش خط میکشم. انداس گمایند امت اون گوینن زی آینن آین کافز گود شاین این ورد فون 50 اورو. خب دیدم یه فرولینگ زده، یه فرولینگ فلانسن زده. خب میرم ببینم اون گزینه هایی که تا الان مونده بود، بقیه رو که خط زده بودم، همه رو خط زده بودم، میره میام میبینم که یه دونه گزینه د هست، نوشته فرولینگ فلانسن ایم سوندن آنگبوت. میبینم اینجا آنگبوتی من ندیدم، سوندرنی هم ندیدم، پس این گزینه د رو رد میکنم. میام پایین تر میبینم یه گ دارم میت نوین فلانسن، یه دونه آس شتلونگ دارم. خب اینجا من میبینم آس شتلونگ نگفته، پس گزینه ایمم به چی شدت رد میشه، میمونه گزینه گ، نوشته میت نوین فلانسن این در فلولینگ. ببینیم فلولینگ فلانسن
یعنی گیاهان بهاری، فلانسن این دن فرولینگ، یعنی گیاهان در بهار، که اینها میتونه عین هم باشه. پس میگم این گزینه گ جواب من شد. دوستان این بخش رو تموم کردیم. من آفگابه توای از لزن رو براتون ضبط میکنم و میفرستم. لطفا نظراتتون رو بگید که من بدونم که خوب توضیح میدم یا اینکه باید تغییرات بدم.